دانشگاه USC در لس آنجلس یکی از بزرگترین دانشگاه‌های آمریکاست و از جایگاه علمی شایسته‌ای در جهان برخورداره. این دانشگاه با حمایت بنیاد فرهنگ لس آنجلس قصد داره تا به زودی رشته ایران شناسی رو جزو برنامه‌های آموزشی خود قرار بده و کلاس‌های گوناگونی رو به دانشجویانش عرضه کنه. به این ترتیب دانشگاه USC هم یکی از مراکز آموزش عالی آمریکا خواهد بود که رشته ایران شناسی رو به یکی از برنامه‌های رسمیش اضافه می‌کنه. امشب با خانم بیتا میلانیان مدیر اجرایی بنیاد فرهنگ لس آنجلس هستیم تا در همین رابطه صحبت کنیم. خانم میلانیان به شما سلام می‌کنم و درود می‌فرستم. مرسی از اینکه صبح زود در لس آنجلس با ما هستید. با سپاس از تو بنو جان که همیشه ما رو در برنامه دعوت داری و اجازه میدی که در مورد فعالیت‌هامون در بنیاد فرهنگ با هم گپی به قول خودت داشته باشیم. منم خوشحالم که بار دیگه این فرصت جور شده بتونیم در رابطه با فعالیت‌های فرهنگی بنیاد فرهنگ صحبت بکنیم. من سوال نخست خودم رو درباره همین برنامه‌ای که شما در USC دایر کردین مطرح می‌کنم. یه مقدار در این باره توضیح بدید. چه مواردی رو در بر می‌گیره؟ چه جزئیاتی داره؟ خواهش میکنم. همونطوری که شاید بیشتر بینندگان بدونن، بنیاد فرهنگ 2 سال هستش که در جنوب کالیفرنیا شروع به فعالیت کرده و هدفش به عنوان یک بنیاد غیر انتفاعی فرامذهبی سیاسی این هست که ترویج فرهنگ و میراث ایران رو برای تمامی جامعه به وجود بیاره و یکی از کارهای اصلی که ما دوست داریم انجام بدیم و این اولین طرحی هست که شروع کردیم، آوردن برنامه ماهی ایران شناسی به دانشگاه‌های مختلف، به خصوص دانشگاه‌هایی که از این برنامه‌ها شاید در اون وجود نداشته باشه، مثل دانشگاه USC که این اولین پروژه ما هستش که داریم این کار رو انجام میدیم در جنوب کالیفرنیا. وقتی این طرحی که الان در دانشگاه USC هست شامل چه مراحلی هست؟ کی آغاز میشه و این رو تا کجا پیش خواهید برد؟ بعد از ماها تلاشی که در فرهنگ با چندین نفر متفاوت، گروه‌های مختلف که همه با هم جمع شدن، دست به دست هم دادن و تشخیص دادیم که در جنوب کالیفرنیا 2 دانشگاه مهم داریم که درش بیشترین تعداد دانشجویان ایرانی وجود داره. یکی دانشگاه UCLA هست و دیگری دانشگاه USC. و دانشگاه UCLA چندین سال هست که ایران شناسی و علوم ایران شناسی رو داشته، ولی متاسفانه دانشگاه USC که تعداد بسیار زیادی دانشجوهای ایرانی داره و دانشجوهای غیر ایرانی که تاریخ و یا تاریخ میدل ایست را درس میخونن نتونستن که از این بهره ببرن، از این داشتن ایرانیان استادیز و یا علوم ایران شناسی. بنابراین با دانشگاه تماس گرفتیم و تونستیم یک شراکتی، یک پارتنرشیپی به وجود بیاریم با دانشکده علوم و ادبیات دانشگاه USC که بتونیم در فازهای مختلف ایران شناسی رو به دانشگاه USC بیاریم. فاز اولش که 29 اکتبر امسال ما این قرارداد رو با دانشکده ادبیات و علوم دانشگاه USC امضا کردیم، این هستش که زبان فارسی در پاییز 2011 برای دانشجویان قابل ثبت نام باشه که بتونن درش شرکت کنن و بعد به فازهای بعدی میرسه که در اون بتونن مدرکی بگیرن در ایران شناسی. شما اشاره کردید یکی از دلایلی که باعث شد تا دانشگاه USC رو انتخاب بکنید اینه که یکی از دانشگاه‌های بزرگ شهر لس آنجلس هست. استقبال مقامات و مسئولین این دانشگاه از طرح شما چطور بود و خودتون چه حالتی دارین از اینکه در یکی از دانشگاه‌های بزرگ لس آنجلس و آمریکا میتونین چنین طرحی رو پیاده کنین؟ طبیعتاً در موقعی که ما این تحقیقات رو میکردیم و با دانشگاه USC دوستان که در فرهنگ فعالیت دارن تماس گرفتن، دلیلی که اونها خیلی خوشحال شدن که با یک بنیادی مثل بنیاد فرهنگ میخواد به اونها این کمک رو بکنه این هست که اونها خودشون هم در لول خودشون تحقیقات خودشون رو انجام داده بودن و دانشجویان خواسته بودن که در همچین پروژه‌ای در همچین کلاس‌های شرکت بکنن. بنابراین این یک اتفاق از هر دو طرف خیلی خوشایندی بود برای همگان، هم برای دانشگاه و هم برای ما که تونستیم روی یک هدف مشترک با هم کار بکنیم، همکاری بکنیم که این کار رو به عمل برسونیم و پروفسورهای مختلفی در دانشگاه
سیاسی هستن که واقعا به ما خیلی حمایت کردن از این پروژه، در تمام کارهای مطبوعاتی ما رو همراه هستن که بتونن این پیغام این برنامه رو به تمامگان برسونن، نه تنها دانشجوهای ایرانی بلکه دانشجوهای غیر ایرانی که دوست دارن که در همچین کلاسایی شرکت بکنن. خانم میلانیان، دقیقاً بنیاد فرهنگ چه نقشی از این برنامه عظیم رو بر عهده داره و شما چگونه میتونید این پروژه رو پیش ببرید؟ از چه منابع و امکاناتی استفاده میکنید تا بتونید با یکی از دانشگاه بزرگ آمریکا همکاری داشته باشید؟ سوال بسیار خوبیه بنو جان، برای اینکه این کار یک کار همونطوری گفتم برای اولین بار هستش که به طور گروهی داره انجام میشه. خیلی اشخاص بودن در گذشته که به دانشگاه‌های مختلف به انوارمی مختلف کمک کردن که ایران شناسی و یا کلاسی یا برنامه‌های دیگری که به ایران ربط داره اونجا انجام میشه، ولی این برای اولین بار هست که با بنیاد فرهنگ این کار رو به قول معروف معرفش بوده و پایه‌گذارش بوده و با کمک همگان ما داریم این کار رو جلو میبریم. کمک چطور میتونه باشه؟ کمک میتونه مالی باشه، برای اینکه این پروژه بسیار سنگینی از نظر مالی. فرهنگ یک مقدار شو داره تقبل میکنه ولی مقدار بیشترش بسیار گروه های مختلفی آمدن و با کمک مالیشون تونستیم که این کار رو انجام بدیم. بنابراین به از همگی دعوت میکنم اگه دوست دارن، دانشجویی دارن، فرزندانشون در USC در درس میخونن یا خودشون فارغ التحصیلین دانشگاه USC هستن، چه در حال حاضر در آمریکا چه در جای دیگه، و دوست دارن یه همچی برنامه‌ای رو ببینن که در دانشگاهشون اتفاق میفته و جلو میره. فقط این نیستش که ما شروع بکنیم، بسته این کار ادامه پیدا بکنه که بتونه به فازهای بعدیش هم برسه، و یا هر کسی که دوست داره ببینه در جامعه‌ای که نسل‌های بعدی ما زندگی خواهند کرد در آمریکا و دوست دارن که ببینن که فرهنگ و هنر و ایران شناسی در اون ترویج پیدا بکنه، به خصوص در یک دانشگاهی مثل USC میتونن با ما همگام باشن و با ما همکاری کنن تا بتونیم این کار رو انجام بدیم. تمام اطلاعات همونطوری که روی صفحه هستش روی وبسایت farhang.org وجود داره، با ما تماس بگیرین چه از نظر مالی چه از نظر داوطلبی که بتونیم این اطلاع رسونی رو به تمام دانشجویان هم انجام بدیم، چون که فقط آوردن کلاس ها نیست، باید دانشجویان در کلاس ها شرکت بکنن که این کلاس ها بیشتر و بیشتر به وجود بیان در آینده. خانم میلانیان، خود شما سالها در آمریکا زندگی کردین، به هر حال دوستان و آشنایان بسیاری دارید که سالها در این کشور زندگی میکنن، فکر میکنید که ایجاد کلاس های زبان فارسی، ایران شناسی، تاریخ ایران باستان، چیزهایی که به یه نحوی به ایران مرتبطه چه اهمیتی داره در این کشور؟ چرا شما انقدر تلاش میکنه تا چنین کاری تثبیت بشه و راه بیفته؟ من خودم همونطوری گفتی با عنوان کسی که از سن 13 سالگی از کشور خارج بوده، این اتفاق به خصوص برای من یک اتفاق تاریخی بوده و اون روزی که این قرارداد امضا شد یک روز خیلی فهم می‌کنم هستش که هیچ وقت از خاطراتم بیرون نخواهد رفت. ولی فهم می‌کنم شناساندن یک جامعه یا یک فرهنگ از طریق به خصوص اول از همه از طریق زبانش که پایه اصلی اون هست و از اونجا به بعد تمام تاریخچه است و همه چیزهای خوب دیگری که به همراهش هست، بهترین روشی هستش که شناسایی یک فرهنگ به یک فرهنگ دیگه هست، که به خاطر همین هست که برمیگردیم به پایه اصلی بنیاد فرهنگ که چرا به وجود اومده، بهتر شناساندن فرهنگ ایران به فرهنگ پارسی به اونطوری که واقعا هست، نه اونطوری که شاید در رسانه‌های گروهی نشون داده میشه. به خاطر همین این یک رابطی خواهد بود بین نسل آینده ما با فرهنگ غنی مادران و پدران و نسل قدیمشون. من خیلی از شما سپاسگزارم که در برنامه امروز شب‌آهنگ شرکت کردیم. براتون آرزوی موفقیت میکنم در اجرای این طرح بزرگی که در پیش دارید و امیدوارم در آینده بتونیم راجع موفقیت‌های بیشتر و جزئیاتی که داره با هم گفتگو کنیم. و همچنین خیلی ممنون بهنو جان. با سپاس فراوان. دوستان عزیز، شب‌آهنگ رو در بخش دیگری ادامه میدیم.